اما رسانه‌های آمریکایی و هلندی جزئیات تازه‌ای درباره حمله سایبری در دهه گذشته به تأسیسات هسته‌ای ایران دادند. وبسایت خبری یاهو نیوز در آمریکا و روزنامه فولکسکرانت در هلند در گزارش‌هایشان جزئیاتی از بکارگیری یک مهندس ایرانی برای رخنه به پایگاه هسته‌ای نتنز مطرح کردند. استاکسنت یک بدافزار بود که کمتر از 10 سال پیش با آن پی برده شد و رفته رفته جزئیاتی از آن معلوم شد که چطور به تأسیسات هسته ایران حمله کرده. حمله ای که حالا معلوم است حاصل همکاری دست کم 5 دولت بوده. وزارت خارجه ایران گفته این گزارش را با دقت دنبال می کند و مقام های ایرانی نگرانیشان را در این باره با معاون مدیر کل سیاسی وزارت خارجه هلند که در سفر از قبل تنظیم شده در تهران به سر می برد مطرح کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هادی نیلی. بدافزار استاکسنت که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد، حالا به عنوان نخستین جنگ افزار سایبری شناخته می شود. عملیاتی که بی توپ و بمباران در یک مقطع با از کار انداختن سانتریفوژهای نتنز توانست برنامه هسته‌ای ایران را کند کند یا برای مدتی نگرانی های واشنگتن و تل‌آویو را کم کند. همچنان هیچ دولتی رسما مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، ولی دیگر به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده که کار مشترک آمریکا و اسرائیل بوده. دولت ایران بارها در 4 دهه گذشته این دو را به خرابکاری و تهدید امنیت متهم کرده، اما حالا نقش یک دولت دیگر هم در این باره برجسته شده که در ادبیات مقام‌های تهران کمتر به عنوان یک تهدید مطرح می‌شود. هلند. در آمریکا وبسایت خبری یاهو نیوز و در هلند روزنامه فولکسکرانت گزارش منتشر کردند که شرح می‌دهد چطور حمله استاکسنت با همکاری سرویس مرکزی اطلاعات و امنیت هلند میسر شده. با استخدام یک مهندس ایرانی که هم اطلاعاتی که ارائه داده برای ساختن این اسلحه مهم بوده و هم ویروس را به دستگاه‌ها و کامپیوترهای پایگاه نتنز منتقل کرده. از گزارش پیداست که باز هم سیا و موساد، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بودند که از همکاران هلندیشان یاری خواستند. اولین بار 15 سال پیش، 3 سال قبل از اینکه اولین قدم‌های عملی برای این نفوذ برداشته شود. طبق این گزارش، هلند هم که از قبل یک نفوذی در ایران داشته، او را برای این کار می‌خواهد. این مهندس ایرانی دو مسیر موازی در نظر می‌گیرد. اول تأسیس یک شرکت قلابی، ولی از این مسیر موفق نمی‌شود چون به گفته منابع اطلاعاتی نحوه راه‌اندازی شرکت مشکلی داشته و ایران به آن شک کرده بوده. اما از راه دوم با کمک اسرائیل این مهندس خودش را به عنوان یک نیروی فنی جا می‌زند که هرچند درگیر نصب سانتریفوژها نبوده، ولی دسترسی که برای جمع‌آوری اطلاعات تنظیمات دستگاه‌ها لازم داشته به او می‌داده. حرفی از سرنوشت این نفوذی ایرانی نیست. اما چند ماه بعد از کشف استاکسنت برخی منابع اسرائیلی گزارش دادند دستگاه‌های اطلاعاتی غربی گزارش‌هایی گرفتند که ایران چندین کارمند و مهندس مشغول در پایگاه نتنز را دستگیر و چه بسا اعدام کرده. دو منبع اطلاعاتی حالا در این گزارش جدید تایید کردند که فرد یا افرادی بر سر استاکسنت در ایران جانشان را از دست دادند. روشنه که در سال 2009 ایران حدود 1000 سانتریفوژ رو کنار گذاشت و برداشت اغلب اینه که اون سانتریفوژها به استاکسنت آلوده شده بودند. ایران تا حدود 2 سال نتونست فعالیت سانتریفوژهاش رو به این سطح برگردونه. پس میشه گفت عملیات استاکسنت تلاش ایران برای غنی‌سازی اورانیوم رو برای حدود 2 سال عقب برده. برای برنامه هسته‌ای ایران مهلک نبود و تونست دوباره ترمیم کنه. یک شکست موقتی بود. کمتر از 10 سال از افشای حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران گذشته، اما هنوز جزئیات بیشتری از آن بیرون می‌آید. عملیات استاکسنت خیلی پیش از خیز برداشتن ایران و 5 قدرت جهانی برای اصلاً آغاز مذاکرات کم کم برای افکار عمومی رو شد. از همان ابتدا برآورد کارشناسان امنیت سایبری این بود که با توجه به بزرگی این عملیات پیداست کار چند دولت بوده، نه هکرهایی که سر خود چنین برنامه‌ای چیده باشند. آمریکا با سیا و NSA، اسرائیل با موساد، وزارت دفاع و واحد 8200، هلند با سرویس مرکزی اطلاعات و امنیت، آلمان و فرانسه با ارائه اطلاعات درباره دستگاه‌های زیمنس که در پایگاه نتنز استفاده شده بود. گمان می‌رود که بریتانیا هم به عملیات کمک‌هایی کرده. منابع مطلع گفتند نام عملیات را گذاشته بودند بازی‌های المپیک در اشاره به همین همکاری 5 کشور، یادآور 5 حلقه المپیک.
تصویری که البته حالا شاید جور کردنش برای آمریکا سخت‌تر شده. First of all, I think it's clear that the Europeans are determined. اروپایی‌ها مصمم‌اند که برجام را به عنوان بهترین راه برای مهار و محدود کردن قابلیت‌های هسته‌ای ایران نگه دارند. این توافق خیلی موفقی بوده از دید اونها. اونها تلاش دارند توافق را حفظ کنند. در این شرایط به نظرم اونها کمتر تمایل دارند در همکاری برای یه عملیات حمله سایبری دیگه مثل استاکسنت مشارکت کنند. اونها فهمیدند که یک روند دیپلماتیک خیلی موثرتره، که برجام خیلی خیلی موفق‌تر از عملیات استاکسنت بوده در کاهش قابلیت‌های ایران. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در تلاش برای همراه کردن متحدانش در قبال ایران موفق بود و مشارکت آنها را با خود داشت. اما به نظر می‌رسد دولت دونالد ترامپ که اغلب در حال گریز از آن سیاست‌های معروف به چند جانبه گرایی است، سرمایه‌گذاری کمتری برای همراه نگه داشتن همپیمانان آمریکا بر سر مسئله ایران داشته است. هادی نیلی، بی بی سی. کیم زتر یکی از دو نویسنده گزارش اخیر و نویسنده کتاب شمارش معکوس به روز صفر استاکسنت، شلیک اولین سلاح دیجیتالی جهان، از سان فرانسیسکو آمریکا با ماست. خانم زتر خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. اول میخواستم از شما بپرسم که چطور به این اطلاعات دست پیدا کردید؟ ما میدونیم که سالهاست دولت‌ها از پذیرفتن مسئولیتی در این باره تفره میرن. بله، تقریبا میشه گفت که مسئولیتی رو قبول نکردند. در آمریکا یک سری تحقیقاتی به عمل اومد که مشخص بشه چه کسی به روزنامه ها اون اطلاعات رو درباره استاکسنت داد. برای همین که یک تحقیقات قضایی شروع شد، خودش نشانگر این هست که آمریکا مسئول بخشی از این حملات بوده. الان 10 سال میشه که قضیه استاکسنت کشف شد. من و همکارم نمیدونیم که چه کسی بود که این اطلاعات رو در ایران درز داد. تا اونجایی که میدونیم او از ایران خارج شده، برای همین خیلی احساس راحتی بیشتری کردن که راجبش حرف بزنن. در مورد آمریکا و اسرائیل خب البته خیلی حدس و گمان زیاد بود، کم و بیش محرز شده بود. ولی اینکه دستگاه اطلاعاتی هلند دخیل بوده یا آلمان و فرانسه هم در ماجرا دست داشتن، این چطور به دست اومده؟ از طریق منابع متوجه قضیه شدی. من برای مدت ها میدونستم که این فقط آمریکا و اسرائیل نبودن که در این حمله دست داشتن. من میدونستم که بریتانیایی ها هم اطلاعاتی رو ارائه کرده بودند. کشورهای دیگری هم بودند که برنامه هسته‌ای ایران رو رصد می‌کردند. از سال 2000 این کارو می‌کردند. بنابراین خیلی دستگاه‌های اطلاعاتی غربی و همینطور دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بودند که برنامه هسته ایران رو زیر نظر داشتند. بسیاری الان منتقد شیوه حرکت آقای ترامپ در مواجهه با ایران هستند. میگن که همکاری‌های اروپا رو به حداقل رسونده با آمریکا. آیا یکی از دلایل این هست که بخوان دولت آقای ترامپ رو تحت فشار بگذارن و اهمیت همکاری با اروپا رو گوشزد بکنند؟ خیر، زمانبندی انتشار این ماجرا ربطی به اون قضیه نداره. ما مدت‌ها داریم روی این ماجرا کار میکنیم. میدونم بعضیا براشون جالب بوده که چرا الان اطلاعات درج کرده با توجه به اخباری که در چند هفته گذشته پیش اومده، ولی کار ما روی این داستان از خیلی وقت پیش شروع شد. انتشارش تا الان فقط ربط داره به انتشار یک کتابی که قراره بعد از این چاپ بشه، به هیچ چیز دیگه ربط نداره. شما کتابی در این باره در دست تهیه دارید، اشاره کردید، در این باره تحقیق کردید. آیا کار بسیار خطرناکی نبوده از طرف این کشورها که خرابکاری بکنن در برنامه اتمی ایران و نمیتونسته پیامدهای انسانی زیادی داشته باشه و مسئولیتی رو متوجه این کشورها بکنه؟ You mean dangerous for the Dutch government to get involved in the operation? They
اگر منظور شما این هستش که منظور من اینه که برای مردم ایران وقتی یک برنامه اتمی دچار مشکل میشه ممکنه که تأسیسات هسته‌ای درست کار نکنن و یک حادثه‌ای مثلا شبیه چرنوبیل رو شاهد باشیم. بله من در این باره صحبت کردم. من در اتفاق یه کتاب هم راجع به این موضوع صحبت کرده بودم. از کارشناسان پرسیدم که اگه شما سانتریفیوژ ها رو نابود بکنین آیا این پیامت انسانی نخواهد داشت به کنچه شدن آدم ها منجر بشه؟ اونها من توضیح دادن اون گازی که در داخل سانتریفیوژ ها بود به اندازه ای نبود که بتونه باعث کشتن آدم ها بشه. وقتی این گازها در سانتریفیوژ ها در هوا متساعد بشن در نتیجه از بین رفتن یک سانتریفیوژ خیلی سریع این هوا از بین میره. خطر واقعا متوجه کسانی خواهد بود که در اون لحظه در کنار سانتریفیوژ ایستادن که تخریب میشه و بعد اون گازها رو استشاق بکنن و بعد این شاید باعث بشه که به ریه های اونها آسیب بزنه، ولی با این حال کشنده نخواهد بود. این حرفی است که کارشناسان به من زدن. ممنونم از کیم زتر، یکی از دو نویسنده گزارش که بهش اشاره شد و همینطور نویسنده کتاب شمارش معکوس به روز صفر استکس نت.